سعادت رادیو او نورو رسنیو څخه خبري مونږ د دې ادارو د ملت پالنې او ملي روحیو څخه چې تل یې په دغه ولایت کې د نویو غونډو بهیر د خلکو د غوږونو رسولی مننه کوم. په تصوف کې دی لوی پیر سنایی، په تصوف کې دی لوی پیر سنایی، په شاعرانو کې شهیر سنایی، په ادیبانو کې ادیب دی، په ادیبانو کې ادیب دی، دیوانی جوړ په ښه ترتیب دی، خاوند علم او عرفان دی، خاوند علم او عرفان دی، د طریقت په نور روان دی. ابوالمجد مجدود د ده لقب دی، ابوالمجد مجدود د ده لقب دی، څښتن د پوهې او عزت دی. ګران علما کرام، روحانیونو، دولتي چارواکو، فرهنګي سیرو، مخورو، شملورو او نور هغه میلمان او نور هغه میلمان چې بهر له ولایت څخه راغلي دي، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن ورځ د حضرت حکیم صاحب سرایی ابوالمجد مجدود بن آدم د شخصیت او عرفان د نمانځلو غونډه ده. هغه سرایی چې د هغه شخصیت، علم، عرفان او شعر نه یوازې نن ورځ بلکې د تاریخ په اوږدو کې د نړۍ ټول اقشارو ته هر اړخیز پیغامونه وړاندې کوي. د ختیځ فیلسوف علامه اقبال لاهوري رحمت الله علیه چې د شاعر اسلام په لقب ویاړمن دی، کله چې افغانستان هیواد ته ستنیږي نو غزنی ته راځي. علامه اقبال لاهوري غزنی ته راځي او دلته د حضرت سرایی پر مزار مراقبه کوي او بیا د سرایی رحمت الله علیه پر قصیده خپل شاهکار نظم لیکي چې له اردو څخه کلی بدلون سره ژباړه شوې ده. د سرایی له ادبه مې غواسي ونه کړ، د سرایی له ادبه مې غواسي ونه کړ، کنی په دې سمندر کې لالتونه مرغلري پاتې دي. شبزدار سرسب گرد هم آمده ایم و یاد از بزرگان خیش می نماییم. در این فرصت از پروگرام از معاون مقام ولایت محترم احمدی صاحب تقاضامن هستم تا قبل تلفون قرار گرفته و بیانیه شیوایشان را ایراد فرمایم. معاون مقام ولایت محترم آقای احمدی صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الأطيبين. وأما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اول العلم معرفة الجبار، اول العلم معرفة الجبار، واخر الامر التنفيذ الامور اليه. بسیار بجا و شایسته و مناسب میدانم در آغاز کلام مراسم عرس حضرت حکیم سنایی بزرگ، شخصیت فرزانه و بی‌بدیل تاریخ، یکی از نمادهای مدنیت و افتخار و دیانت اسلام و خراسان زمین را به پیشگاه بزرگان، علما، اساتید و خاصتاً به پیشگاه شخصیت‌های فرزانه‌ای که کمر همت بستند دیروز امروز به خاطر تجلیل از جایگاه والا و رفیع یک شخصیت فرزانه و بی‌بدیل تاریخ حضرت حکیم سنایی، یکی از شخصیت‌های عارف، عالم و اندیشمند و پیشتاز عرصه عرف و عرفان و اسلام، مراسم را برگزار کردند و انصافاً جای بسیار خوشی و سپاس است. امروز هم محفل جشن است و هم محفل درس است
و بالاتر از او محفل، محفل علم و معنویت و یاد بود از شاعر الله، به خاطر که یاد از عالم، یاد از علم، تجلیل از مقام یک شخصیت فرزانه با بزرگی و عظمت سنایی، در واقع تجلیل از شاعر الله است و تجلیل از دیانت است، تجلیل از شریعت است و تجلیل از جایگاهی که خداوند بزرگ فرمود العلماء ورثة الانبیاء، علمای امتی افضل من انبیای بنی اسرائیل. و یا او حدیث شریفی که میفرمایند نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. مداد علمای امتی افضل من دمای شهدا. به هر حال چون امروز روز بسیار برجسته، روز بسیار ممتاز و روز به تمام معنا نمونه است در سطح افغانستان و در سطح ولایت غزنی، اون هم با حضور بزرگان علما، گرچه به لحاظ کیفی بسیار خوب است، به لحاظ کمی سزاواری بود که تمام بزرگای غزنی، اصناف غزنی، مردم مختلف، حداقل بخش معارف، بخش های پانتون ها در این محفل اشتراک میگردن، چون این محفل با تمامی محافل دیگه باید متفاوت باشد. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. غزنویان به خاطر چند ویژگی برجسته، اولین ویژگی که توانستن همی قلمرو وسیع را یک هویت واحد ببخشند. یک قلمرو غزنویان سمرقند و بخارا و ماورا و نهر است. یک بخش از قلمرو سند و پنجاب و لاهور است. یک قلمروش نیشابور است. این محدودی بسیار وسیع تحت قلمرو غزنویان وقتی در آمدن، اینها با شعار ادعو الی سبیل ربک بالحسنه والموعظه الحکمه اسلام را هم گسترش دادن، از ارزش های اسلامی به بهترین شکل ممکن دفاع کردن. و بالاتر از این که مجال بحث مفصل داره، در این فرصت ما نه وقتش هست و نه شما حوصله شنیدن دارید، غزنویان علاوه بر انگیزه دینداری و علاوه بر داشتن انگیزه سیاسی و علاوه بر داشتن یک مورال بسیار قوی نظامی، در بخش حمایت از علم هم حد اعظم برجستگی های تاریخی و افتخارات تاریخی را دارن. این در دربار صفویان، در دربار تیموریان و در دربار غزنویان و غوریان در هیچ سلسله، حتی قبل از مغول، بعد از مغول و حتی در تاریخ معاصر، ما این برجستگی و این حجم عظمت و افتخار نمیتونیم کمایی کنیم که در دربار غزنویان و در عهد غزنویان به بهترین شکل ممکن از علم، از عالم، از دیانت و از جایگاه عالم به اون شکل برجسته تجلیل به عمل آمد. و برای اساس هم هست که حداقل نماد غزنویان هم است که در دامن فرهنگ بزرگ غزنویان و همون نیت پاکی که اونا از دین الهام گرفتن، شخصیت های فرزانه، ده ها شخصیت های فرزانه و صدها شخصیت برجسته مانند ابو ریحان بیرونی، بیهقی، سنایی، اسجدی، فرخی و ده ها مثال دیگه در این مهد پرورش پیدا کرد. شاعر داریم، منجم داریم، مورخ داریم، محقق داریم و حتی بالاتر از خوب است که این دوستای غزنه بشنوند، شما واقعا میراث داری یک مدنیت بزرگ هستید. فردوسی هم کسی است که اولین پرورش علمی را در دربار غزنویان دیده، در دربار غزنویان آمد. این حس شاهنامه سرایی و بالا بردن همت فارسی و این که در مقابل عرب ها یک حساسیت به وجود آمده بود در دوره، چون یک تقابل بین فرهنگ خراسان عرب و عجم به وجود آمده بود و این بحث بسیار مفصل است. اونجا کسایی که دایه بالا بردن بیرق خراسان زمین داشتن، اینا با دیانت ستیزه نداشتن، با اسلام سازگاری داشتن
و خودش ناشر اسلام بودن، مبلغ اسلام بودن، داعی دیانت بودن، ولی به خاطر سلطه عربی حتی در ادبیات روزمره و مهمتر از همه را پیدا کردن واژگان در عرف عامیانه یک حساسیت های خاص به وجود آمده بود. به هر حال غزنویان به خاطر اینمی دستاورد بزرگ است که امروز باید به هر طریق ممکن از او بزرگداشت شود، تجلیل شود، تکریم شود، و این باید وظیفه و مکلفیت تنها غزنویان نیست، این مکلفیت کل کسایی است که به فرهنگ خراسان زمین اعتقاد دارند، به اطلاع دین عقیده دارند. و امروز اگر شما در شب قاره هند سفر بکنید از کلکته تا حیدرآباد و تا نقاط مختلف دورترین مرزهای نزدیک چین، به خوبی درک میکنید که اعتبار و درخشش فرهنگ غزنوی و غزنویان به قسم در جامعه و متن مردم هند ریشه دوانده که ادبیات فارسی، ادبیات اسلامی و گرایش به اعتقادات دینی در اونجا به تمام معنا مشهود است. به هر حال چون این بحثا است که در مجالهای خاص و در یک جاهای ویژه باید صورت بگیره، از این بابت من از اطاله کلام صرف نظر میکنم، فقط از باب ارادت به ساحت حکیم بزرگ یک جمله میگویم. خوب است سردی نکته دوستان یک مقدار توجه بکنن. نکته آخر ختم کلام من، علمای کرام نشستن، اساتید بزرگوار حضور دارن، جوان ها خوب است از این مسائل درس و پند و اندرز بگیرن. نکته اساسی است که ما صنایعی را بر علاوه عارف بودن به عنوان یک شاعر میشناسیم. شاعر بودن یک برجستگی است، عارف بودن برجستگی والاتر. اما عرفان چیست؟ عارف کیست؟ و چرا شعر حضرت حکیم صنایعی دیوان حدیقت الحقیقه به خاطر داشتن مضامین عالی عرفانی امروز در محافل اکادمیک مورد بحث قرار میگیره، تعلیقه نوشته میشوه و سر از او انواع و اقسام تفاسیر نوشته میشوه؟ نکته اساسی که امروز به عنوان یک سرمشق قرار بگیره برای ما ایست که عرفان یک مقوله بسیار بزرگ است. بدبختانه امروز ما به مقوله تصوف و عرفان به عنوان یک سلسله موضوعات انحرافی نگاه میکنیم، ولی عرفان در واقع کمال بندگی انسان با خداست، کمال رابطه انسان با خداست. همین حدیث شریفی که من قرائت کردم در ابتدای کلام، اول العلم معرفت الجبار و آخر الامر التفویض الامور الیه، عرفان عبارت است پیوند سیستماتیک و پیوند عمیق مبتنی بر شناخت بین انسان و خدا. ما یک جهان بینی داریم و جهان بینی ما است که انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و به سوی خدا باز میگردیم. و باز او آیت بسیار بزرگه که انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، تمام اعمال و افعال و کردار و داد و ستود و شعر ما، شعور ما، حیات ما، ممات ما از خدای زلزلال است. صنایع بزرگ یکی از برجستگی هایش در کنار ده ها برجستگی، یکی سن ادبی داره، یکی قرائه بسیار عالی داره و یکی یک شخصیت بی‌نظیر ممتاز است. یگانه برجستگیش که میتونه امروز برای ما به عنوان یک الگو مطرح باشه، به عنوان یک درس مطرح باشه. بدبختانه عرفان در این وطن غریب است، علم در این وطن غریب است، شاعر در این وطن غریب است. باید سر برجسته کردن عرفان مولانا صنایعی بیشتر بحث صورت بگیره، بیشتر تمرکز صورت بگیره، و خصوصا در محافل خاصی که علمای کرام در مساجد دارن، محافل اکادمی که ما سر زیبه. به خاطر از اینکه صنایع بزرگ، من فقط به یک حدیث استناد میکنم، رابطه ما با خدا اساس رابطه عرفان است. ما چرا مشکل داریم در جامعه اسلامی؟ چرا افراط و تفریط میکنیم؟ و چرا ده ها انحرافات دیگر در جامعه ما مروج است؟ به خاطر از اینکه
علمای کرام حاضرن تا زمانی که یک انسان مسلمان رابطه خود را با خدا از رابطه یک مقلد با مقلد، از رابطه دیکته شده بر اساس عرف جامعه بر محور شناخت و عمق درک و معرفت مبتنی نکنه، این رابطه رابطه تاثیرگذار در زندگی ما نیست. ما مسلمانیم دروغ میگوییم، ما مسلمانیم جنایت میکنیم، ما مسلمانیم بی‌عدالتی میکنیم، ما مسلمانیم ظلم میکنیم. چرا؟ دلیل اصلیش علمای کرام میدانن، به خاطر که حضور خدا در وجود ما و تجلی نظارت پروردگار بر تمام اعمال و افعال ما حاکم نیست. کسی که خود را در معذر خدا ببینه هرگز به دروغ و هرگز به ظلم تن نمیده. ما یک استناد میکنم به یک حدیث شریف، دوستان لطفاً همینقدر ما را مهلت بدن. عارف کسی است که میگوید خدایا تمام وجود مستوست و هر آنچه که میخوایم انجام بتوم در قسمت مقدرات توست، در قلمرو تقدیر توست. یک حدیث شریف است: الهی ما عبدتک من خوف نارک ولا طمع فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. عارف میگه خدایا من اگر تو را عبادت میکنم به خاطر ترس از جهنم نیست. در جهنم آتش است، عذاب است، مار است، فیل و فلان و فلان است. من به خاطر از تو ترس نمیخورم که عبادت کنم و نه به خاطر به دست آوردن بهشت، چون خیلی ما معاملاتی با خدا رفتار میکنیم. من عبادت میکنم که خدا مرا بچه بده. من عبادت میکنم به خدا به خاطر که اقتصاد ما خوب شود، زندگی ما خوب شود، اعتبار اجتماعی ما بالا برود. ولی کسی که عارف بشه و کسی که خود را طرفدار فرهنگ والای سنایی میدانه باید این گونه باشه که الهی ما عبدتک من خوف نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. بجاز که ما عرفان را، عشق را، معنویت را و از همه مهمتر مقام جامخ سنایی و مولانا و ده ها شخصیت دیگر را از این زاویه نگاه کنیم و برای ما یک درس و سرمشق باشه که اگر چنین کردیم رستگاری دارن شامل حال ما خواهد شد. و چون باز هم دوستای دیگر صحبت دارن، باز هم یک بار دیگر این محفل، این مجلس و این روز بسیار پرمعنویت و با کرامت را اولا به پیشگاه اولیای دین، به پیشگاه فرشتگان دین و به پیشگاه حکیم فرزانه که روحش، عظمتش و وجودش گرچه فانی است، روح زنده است و تمام اعمال و رفتار ما را نظارت میکنند. ما انشاءالله در قسمت پیروی از پیشگامان علم و عرفان وظیفه و مکلفیت اسلامی و انسانی خود ادا کنیم. یک بار دیگر تشکر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.